بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار که همه شما عزیزان در صحت و سلامتی کامل باشید و درس گذشته را به خوبی خوانده باشید و یاد گرفته باشید شاگردای خوب و عزیز با یکدیگه بریم و درس گذشته را یک ارزیابی داشته باشیم بعد از او با هم دیگه ایشالا مبحث ماهی ها را ادامه بدیم و با ادامه ماهی ها آشنا شویم خوب شاگرده خوب انشالله که درس گذشته را با دقت خواندین سوالاتی که امروز ما برای شما برای ارزیابی انتخاب کردم از نوع سوالات جای خالی است میدانی که نوع سوالات در جوابی که ما و شما میدیم خیلی کمک میکنه مثلا اگر سوالات ما و شما از نوع صحیح و غلط باشه ما جواب در پیش روی خود داریم باید از بین از او صحیح و غلط یا گزینه صحیح یا غلط انتخاب کنیم اما در سوالات جای خالی ما و شما دیگه فقط ملزم از این هستیم که در خانه خالی یا جای خالی او کلمه یا او پاسخ صحیح خودمانه نوشته کنیم تا یک جمله صحیح به دست بیایم خب سوال اول دستگاه عصبی فقاریه ها مانند یک تیوب در جای خالی بدن قرار داره خب درس گذشته را اگه خوب خواندید یادتان هست که ما گفتیم دستگاه عصبی فقاریه ها مانند یک تیوبی در پشت یا بخش زهری بدن اونو قرار داره پس جواب ما و شما در جای خالی باید نوشته کنیم در پشت بدن یا در بخش زهری بدن قرار داره سوال دوم از نظر دمای بدن پرندگان و پستانداران جای خالی هستند خب ما و شما در رابطه با دمای بدن در جلسه گذشته موجودات فقاریه ها را به دو گروه خون گرم ها و خون سرد تقسیم کردیم و از بین از اونها گفتیم که پرندگان و پستانداران جزء موجودات خون گرم هستند خب شاگردای خوب خون گرم به چه موجوداتی گفته میشد یادتان میاد آفرین به او شاگردایی که درس خوب خواندن و خوب به یاد دارن ما گفتیم موجودات خون گرم به موجوداتی گفته میشه که با تغییر دمای محیط دمای بدن اونها تغییری نکنه این موجودات خونگرمن سوال سوم زوحیاتین از نظر دمای بدن جای خالی هستند گفتیم زوحیاتین و خزندگان جزء جانداران خونسرد هستند یعنی دمای مح... داخلی بدن اونها با دمای محیط تغییر میکرد سوال چهارم جای خالی در ابتدای سوال آمده جای خالی اولین فقاریه های کره زمین هستند. اصلا فقاریه ها چند دسته بودن؟ آفرین پنج دسته بودن. پرندگان، پستانداران، زوحیاتین، دوزیستان و خزندگان. خب ببشت و ماهیان. از بین فقاریه ها ماهیان اولین فقاریه های کره زمین بودند. سوال بعدی ماهیان برای تنفس از جای خالی استفاده می کردن. اگه یادتان باشد گفتیم که ماهی ها توانند از اکسیژن موجود در هوا استفاده کنه چرا که اینا در داخل آب زندگی میکنن؟ پس اینا باید قدرت ای را داشته باشن که از اکسیژن منحل در آب استفاده کنن اینها از آبشش استفاده میکنه یا برانش پس ما و شما در جای خالی چی آبشوش شوش نوشته کنیم و چی برانش هر دو اینا صحیح است خب سوال بعدی هکفیش و لمپری نوعی ماهی جای خالی است اولین گروه ماهی هایی که در جلسه گذشته برای شما تشریح کردم مربوط به هکفیش بود یادتان میای اولین گروه ماهی ها که ساده ترین ماهی ها بود چی بود آفرین ماهی های بیالاشه مایه های بیلاشه مثالی از اونا هکفیش و لمپری بود خوب شاگردای خوب امروز ما و شما به گروه سوم ماهیان می رسیم یعنی ماهی های استخانی خب شما در طبیعت زمانی که به گردش میرین یا به کنار یک جوی یا کنار یک دریا و حتی در دا داخل آکواریومی که در دا داخل منازل, منازل شما وجود داره ماهی های مختلفی نگهداری میشه چقدر خوب است که ما این ماهی ها را بشناسیم حد اقل اگر نام ماهی ها را نمیدانیم ای را بدانیم که این ماهی ها متعلق به کدام گروپ از ماهیان است امروز یک دسته یا یک سنفی از ماهیان را میخوانیم که فراوانترین ماهی ها هستند به نام ماهی های استخانی خب ماهی های استخانی از بزرگترین سنف ماهیان است همینجا یک مسئله بیره در شما شاگردهای خوب بگیم که خوب دقت داشته باشید ماهی های استخانی تعدادشان بیشترین تعداد ماهی ها را به خود اختصاص میده اما ماهی های قضروفی بزرگترین ماهی ها را به خودشان اختصاص میده یعنی اگر از سوالات چارگزینی بزرگترین ماهی ها را سوال کنه ما و شما ماهی های قضروفی را در جواب میگیم اگر بزرگترین سنف ماهیها ها از نظر تعداد باشه ماهی های استخانی آده ای اسلاید ما شما عکس یک ماهی استخانی قرمز بسیار زیبا و قشنگ هم آوردیم که شما این ماهی رو در اینجا میبینید. خب همینطور که از نام این ماهی ها مشخص است این ماهی ها دارای اسکلت هستند اسکلت اینها استخوانی هست خب این ماهی ها علاوه بر ویژگی های خاصی که در ماهی های استخوانی داره جسم این ماهی ها هم از فلس پوشیده شده فلس یا پولک ماهی های قزروفی یا ماهی های بی بعضی از اونها ماهی هایی بودن که بدنشان فلس نداشت اما ماهی های استخوانی بدن اونها از فلس یا پولک پوشیده شده خب این ماهی های استخانی یک منبع غذایی برای انسان هم به شمار می علاوه بر اینکه این ماهی ها از گوشتشان ما و شما استفاده می کنیم فراموش نکنیم که غذاهای دریایی من جمله انواع ماهی ها منبع سرشار و غنی از ویتامین دی یا کلسیفرول است ویتامین دی بسیار برای ما و شما اهمیت دارد در جلسات گذشته این موضوع را اشاره کردیم اگر بدن ما و شما با کمبود ویتامین دی روبرو بشه کلسیم جذب نمیشه و زمانی که کلسیم به خوبی جذب نشوه ما هم از لحاظ دندان و هم از لحاظ استخوان دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد نرمی استخوان پوکی استخوان تغییر شکل دادن های بدن اینها از جمله ناراحتی ها و امراضی هست که به طور غیر مستقیم مربوط میشه به کمبود ویتامین دی خب ویتامین دی را ما و شما علاوه بر منابع دریایی در نور خورشید هم میتونستیم جذب کنیم که حتما در سنف هفت استادای عزیز شما برای شما تشریح کردن خب حالا با چند نمونه از ماهی های آشنا میشین که در اینجا ما تصویر اونها رو برای شما آوردیم. از نوع ماهی های ما مار ماهی ها رو میبینیم که یک بدنی کشیده دارن و اگه خوب دقت کنید شهپرها یا باله های اینها کامل و واضح مشخص نیست و از دور مشابه مار دیده میشه به همین خاطر هست که اینا را نامشان مارماهی گذاشتن خب از دست ماهی های استخانی دیگه ماهی طلایی هست این ماهی ها رنگ طلایی هست به همین خاطر اینا رو ماهی طلایی می نامه شهبرها و باله های اینها کاملا مشخص هست و بسیاری از این ماهی ها برای منازل در اکواریوم ها و در دریا در دریاها و رودخانه ها خیلی بسیار جذاب و جذب کننده است بینندره و آدم خوشش میاد که از این ماهی ها به داخل خانه نگهداری شود یک موضوع را من همینج برای شما در رابطه با نگهداری ماهی ها بگم که ماهی ها را علت از که ماهی هایی که ما و شما میگیریم و داخل تنگ یا اکواریوم نگهداری میکنیم اگه زود از بین بره از پیش ما و شما یک غذای نامناسب هست که ما غذای بسیار زیادی به اینها میدیم و یکی آب اینها هست و تا جایی که میتونیم مواظبت کنیم که به داخل این ظروفی که ماهی ها نگهداری میشه الجیه یا جلبک ها, ها رشد نکنن خب ماهی های دیگه دو نوع ماهی دیگه هسته یکی ماهی خالدار هست که از گروه ماهی های قزلالا هم گفته میشه این ماهی های خالدار بعضی از اینا خاله های سیاه داره و بعضی ها مانند این ماهی خالدار دیگه که من برای شما عکسش آماده کردم دارای خاله های رنگی هست و جز ماهی های بسیار خوشتم و خوشمزه هم هست خب به غیر از ماهی های خالدار شیر ماهی که در بعض جا سالمونیلا هم گفته می شود ما و شما می بینیم که این ماهی ها هم از نظر غذایی جایگاه خاصی در دسترخان ما و شما داره و بسیار ماهی های خوشمزه و گوشت بسیار خوبی را داره خب ماهی ها به دلیل داشتن گوشت قرمز مانند مرغ از نظر ارزش غذایی بالاتری داره به خاطر ازی که گوشت های قرمز که از گوشت گوسفند و گاو به دست می آید مصرف زیاد اونا اوریکاسید در خون ما و شما بالا می بره و اگر در مفاصل رسوب بکنه خدای نخواسته ما و شما ممکنه دوچار نقرس شویم اما او در صورتی هست که مصرف بیش از حد شود اما گوشت سفید که در بدن ماهی ها و مرغ وجود داره از نظر نقرس و اوریکاسید خطر کمتری را دارد خب گروپ دیگه ای از موجودات فقاریه ها را می خوانیم ما و شما به نام زوحیاتین <موسیقی> خب شاگردای خوب شاید دیده باشید که یک زمانی که به میله یا تفریح شما میرید موجوداتی رو میبینید مانند بقه ها یا چوچه های اینا که دائم به داخل آب میرن و از داخل آب به خشکی میاین موجودات گروپ زوحیاتین یا دوزیستان اینها هم متنوع هستند و زیادن و ما و شما با تعداد بسیار زیادی از اینها در زندگی روزمره خودمان آشنا هستیم اینا را میبینیم اما ما و شما میخوایم از نظر علمی اینها را یک کم بررسی کنیم و با ساختار درونی بدن اینها آشنا شویم زوحیاتین یا آمفیبین خب زوحیاتین یا آمفیبین ها همونطور که از نام اونها معلوم هست زو به معنای صاحب هست و حیاتین یک کلمه عربی مصنع هست یعنی کسانی که صاحب دو حیاتن یعنی قادر هستند دو نوع زندگی داشته باشن خب این زو حیاتین از طریق پوست یا جلد خودشان تنفس میکنن همین ویژگی توانایی را به اینا میده که هم در آب باشه در ابتدای دوران زندگی و در دوره بلوغ به داخل خشکی بیایم خب ما،, ما, گروه وسیعی از او حیاتین داریم مثلا بقه ها یا همو قرباقه ها را که در مرحله لار یعنی در زمانی که هنوز نوزاد هستند در داخل آب زندگی میکنند نوزاد قرباقه و نوزاد ماهی به سختی تشخیص داده میشه و یک راه تشخیصش ای هست که نوزاد قورباغه در دوره نوزادی خودش یک دوم کشیده و بلندتری داره نسبت به نوزاد ماهیان که دوم ندارن خب این نوزاد قورباغه ها تا زمانی که به داخل آب زندگی میکنه اینها با برانش تنفس میکنه برانش همو آبشوش هسته. خب وقتی که اینا به دوره بلوغ میرسه و خود به داخل خشکی میکشانه کم کم پوست اینا تر میشه و این زخامت پوست ای موجودات دیگه قدرت ای را از اینا میگیره که از طریق پوست یا جلب تنفس کنه بنابراین اینها کم کم برانششان تبدیل به شش یا ریه میشه و اینا کم کم خود از داخل آب به داخل خشکی میکشانه خب این موجودات زوحیاتین پوستی نازک، شفاف، مرتوب و بدون فلس داره. نازک و شفاف بودن اینها بیشتر مربوط به دوران نوزادی و لاروی اینها است که با پوست تنفس میکنه، اما اینها پوستشان وقتی که بالغ میشه از دور بسیار خشک دیده میشه، اما اینها فلس یا پولک نداره سطح بدن اینها. خب این موجودات به رنگ مختلف و اشکال متفاوتی از دیده میشه که شما حتما اینها را دیدین اما از نظر علمی ما زوحیاتین به سه دسته تقسیم میکنیم خب یک دسته از زوحیاتین ما به جانداران بدون پا تقسیم میکنیم که حالا شما دزی تصویرم شکلشم میبینید که از دور شبیه کرمه اینا پا هم ندارن در از اینا زوحیاته اینن چون هم قدرت زندگی به داخل آب دارن و هم به داخل خشکیره خب این موجودات که مشابه کرم هستن پا ندارن اما متعلق به زو یعنی اینا ستون به داخل استخ... جسمشان اسکلت دارن این سیسیلین ها نام داره شاگردان خوب فراموش نکنید این سیسیلین ها بسیار مهمه چون اگر در سوالات امتحانی شکلی از اینا داده شود و نامشان در پایین شکل نوشته بشه و بگه ای متعلق به, تام به, کدام گروپ از موجودات هست اکثر شاگردان ممکنه ایره به اشتباه جزء کرمها به حساب بیاره اما زمانی که کلمه سیسیلین را شما در پایین شکل دیدیم فورا به یادتان بیایه که سیسیلین ها مربوط به زوحیاتین هستند و زوحیاتین هم جزء فقاریه ها هست خب ما زوحیاتین دیگری را داریم که دم داره یعنی دم کشیده و بلندی داره خب بدن اینها هم نسبت به بقه ها یک بدن طویل و کشیده تر هست پاهای کوتاه داره خب پاهای اینا پاهای عقب بلندتر از پاهای جلو هست که حالا از این پاهای جلو همو بیشتر نقش دسته استفاده میکنه اینا برای اینا اما پاهای عقب بیشتر به بلندتر است به خاطر از که اینا بپرن از یک جایی به یک نقطه دیگه جهش یا پرش داشته باشه خب دم اینها هم بلند و کشیده است از این گروپ از حیاتین دمدار در همطور که در تصویر میبینین سمندرها را ما و شما میشناسیم البته این گروپ ها را شما در صنف 11 مجددا میخوانید و اونجا با جزئیات بیشتری از ساختمان درونی بدن اینا آشنا میشید. خب این زوحیاتین دمدار بیشتر موجوداتی مانند دایناسورها که امروزه منقرض شده و نسل اونها از بین رفته هم متعلق به همین گروه زوحیاتین دمدار هست که اگه در فیلم ها و عکس دیده باشید یا عکس اونا رو دیده باشید اونها هم یک دومی کشیده را دارن خب اینا پاهای بلندی دارند پاهای قویتری تری دارن پای عقب اینا نسبت به جلو خب گروپ سوم از زوحیاتین زوحیاتین بدون دم هست ما شما در طبیعت در امروزه بیش از دو هزار نو عزیز زوحیاتین بدون دم می‌بینیم. غیر از بقیه ها آفتاب پرست ها هم هستند که اونا باز ویژگی های اضافه تر توانایی های دیگه هم دارن نظیر استتار کردن وقتی که موجودات زنده یا حیوانات از هر عامل یا محرک محیطی احساس خطر کنه نسبت به او خطرات خودشان یا احساس خطرشان یک واکنش مناسب یا یک عکس عمل مناسب از خود نشان میده مثلا آفتاب ها قدرت عزیز دارن که استطار کنه یعنی خودشان هم رنگ اون محیطی که هست در بیاره رنگ پوست یا جلد اونا تغییر میکنه و به زی شکل خودشان هم رنگ محیط در میاره تا به وسیله دشمن، دشمنانشان دشمنانشون شکار نشوه خب زو حیاتین دیگه نظیر بقه ها و کوربقه ها را ما داریم بقه ها که قورباغه ها هستند و کوربقه ها هم نوع دیگری از بقه ها هستند که به نام کوربقه یاد میشه اما باز هم اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری را بدانید یا کتاب هایی را در این رابطه مطالعه داشته باشید خب بقه ها باز برخلاف آفتاب ها راه دفاعی که از خودشان داره یا پریدن هست که خودشان میپره و از او صحنه با سرعت دور میشه و یا اینکه اینا دارای زبان بلند و کشیده هستن ای هستند که این زبان بلند اینها و داخل دهانشان حالت یک نخ که بر روی قرقره هست جمع میشه هر زمانی که اینها احساس کنه یک تومه را یا یک غذایی را میخه شکار کنه که از حشراتی که در همون نزدیکی باشه مثلا مگس و پروانه و ملخ اینها به کمک این زبان خود که از دهان بیرون میاره این زبانشان میره و به اون موجود میچسبه و او را شکار میکنه و قرباقه ها اونا رو به عنوان مواد غذایی خودشان مصرف میکنن خب این زو بدون دم که دم اینا تحلیل رفته در ابتدای اوائل حیات دم داره اما وقتی به بلوغ میرسه دم اینها از بین میره ای موجودات زو حیاتین رشد بیشتری داره نسبت به اون نوع بدون دم هم از لحاظ ساختمان درونی اینها پیشرفته تر هست سیستم های بدن اینها و هم از لحاظ فعالیت ها و پاسخدهی که مغز اینها به محیط دارن خب قرباقه ها را ما و شما یا بقه ها را در طبیعت زیاد دیدیم اینها یک چشمه های گردی داره که چشمه های اینها به حالت بیرون زدگی داره که به کمک این چشمه های خودشان قدرت عزیز دارن که قدرت چرخش کره چشم اینا زیاد هسته و اینا به راحتی هم توسط حیوانات دیگه شکار نمیشه <متصفح> خب شاگردای خوب ما و شما به ماهیان و زوحیاتین در این ای جلسه به پایان رساندیم از حیوانات فقاریه سه گروپ دیگه یه حیوانات فقاریه باقی میمونه که انشالله اونها را دوزیستان و پرندگان و پستانداران که در جلسات بعدی با اونها آشنا میشیم اما شما چقدر خوب است که این موجوداتی را که با کلیاتش آشنا شدید انشالله مطالعه داشته باشید با انواع بیشتری از این موجودات آشنا شوید تا اگر یک زمانی در یک جایی موجودی رو ما و شما ببینیم حداقل اونها رو تشخیص بدیم که متعلق به کدام گروپ از موجودات هستند. خب ای از درس امروز شما انشالله که از درس امروز لذت برده باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خداوند یار و نگهدار شما